امروز دیدار داریم با نه یکی دوتا بلکه با یک درجن با افغان یوروسپورت ورزشکارهایی که در شهر دوسلدورف آلمان هستن، گفتنیایی دارن، بازیایی دارن. بریم ببینیم که افغان یوروسپورت کی است، چی است و این تیم جوانایی که شما آستاستا میبینین در پالیما اینا چی رقم بازی میکنن. بریم و شروع کنیم با بازی فوتبال در شهر دوسلدورف آلمان. گفتار زیالای جاهد که اینا قبلا در تیم ملی افغانستان یکی از گلپیکرهای بسیار موفق بودن و ببینیم امروز ایشان سوال میکنیم چطور هستین؟ اول طبیعتان خوب؟ اول سلام خدمت شما عرض میکنم بینندگان محترم. الحمدلله خوش شکر. آقای جاهد، شما در افغانستان یکم تعریف کنین که در افغانستان شما چی فعالیت ها داشتین؟ از امو قدیم شروع میکنیم باز میریم که فعالیت های تنداوین اروپا فیلن چی هست؟ اصلا دوران ما در افغانستان فوتبال شروع کردیم. جالبی ایش بود که فامیل اصلا هیچ خوش نبود که ما از خانه بیرون براییم. خب کدام سال بود سال... که شما در افغانستان به حساب فعالیت بمی فوتبال داشتین؟ سال افتاد و شش شروع کردیم، از تقریبا صنف هفت مکتب بودیم. خب بسیار سن خوردم شروع کردیم شما. نگاه ایستا ایستا رای پارک شارنو پیدا کردیم که با اومی شارنو بود. از اونجا کم کم فوتبال خود شروع کردیم. یعنی اول شما ترینر نداشتین، خودتان شروع کردیم؟ بله. کفایی کم سن سالتان بود، دوستا و رفیقا؟ بله. بعدا داخل تیم ملی افغانستان شدیم بود. اما ایستا ایستا از باقومی شارنو ایستا ایستا رفتیم به ایستا ایستا بچه های کمک جوان شدیم، یک کلاب ساختیم. خب اون کلاب هم این بچه های امرای ما بود که در کوچه و در محل زندگی میکردیم. و در کجا بود محله که شما زندگی میکردیم؟ محله که ما زندگی میکردیم شارارا بود. شارارا؟ بله شارارا. خب اسم از این کلاب چی بود؟ بنام اول اسم کلاب بنام ستاره بود. خب باز پسان که گروپ اول شدیم بنام استور شد. استور در اولین تیم که شما به حساب بنایس گلپیکر بازی کردین اشتراک داشتین، نه اسم از اون تیم چی بود؟ بنام استور. استور استور. خب این تیم ملی افغانستان بود؟ تیم نه جان، اون کلاب استور بود که از کلاب های آزاد افغانستان با تقریبا 24 نفر یا 26 نفر انتخاب می شد. از امی باز 18 نفرش به سفر می رفتن. خب شما با کدام مملکت ها بازی داشتین؟ یعنی با کدام مملکت های امسایه یا دا او وقتا به طرف اروپا آمده بودین؟ چی رقم بود؟ یکم روشنی پردین شما. وقتی که ما بودیم فقط ما دو سفر بنگلادش کردیم، یک سفر مسابقات آسیایی بود، یک سفر هم جام آقا خان بود و یک سفر دیگه هم به روسیه. همش شما برنده بودین امی تیم ملی افغانستان؟ افغانستان با همون سویه که داشتیم با همون رقم خود فوتبالرای نبود که آدم فکر کنه که تاپ فوتبالرای مطابق دوران ما که قراره که دوستایی که المپیک کار میکردن ما میگن بهترین دوران شما بود. بله. شما فعلا در آلمان زندگی میکنین؟ بله. به کدام شهر آلمان؟ شهر دوسلدورف. دوسلدورف. خب بله. فعالیت های شما اینجا چی هست؟ هنوز هم فعالیت ها به سپورت و فوتبال دارین یا یکی میگن نه دیگه ما را بس؟ ما خودم در مسابقات دیوی پوکال تکر کردم، ستون فقراتم کت شد، از این خاطر اجازه سپورت ندارم، اما اولادا را سپورت من ساختم. خب اما کمک هم برای جوانایی که مثلا علاقه به سپورت دارن به ورزش فوتبال کمک از طرف شما میشه؟ بله، از طرف به افغانستان بسیار زیاد لباس هایی که عکس تقریبا 18 کلاب فوتبال افغانستان با اونا همه چیزای سپورتی را روان کردیم. خود ما رفتیم در اونجا مسابقات دوستانه هم رایشان کردیم. درست. بسیار موفق بودیم و بسیار مردم هم استقبال کردن.
سرجان جاهد یکی از دخترای یعنی دختر خانمای جوان که علاقه دارن یا بازی میکنن در تیم فوتبال. سرجان شما به کدام تیم بازی میکنین؟ در گاین کشن در دختر تیم نمیده بشه بچه هم تیم صدری میکنم. گاین کشن کدام تیم فوتبال آلمانی هست؟ تیم آلمانی است. بله. اوکی خب چند سال است که خودت علاقه گرفتی به بازی فوتبال؟ صدری 8 سال علاقه ایم است. 7 سال صدری میکنم. 7 سال است که خودت بازی میکنی؟ بله. واو. اینا خودت علاقه پیدا کردی یا ای که خود آقای جاهد به خاطر که در تیم ملی افغانستان بودن گفتن که نه باید از خودم فوتبال بازی کنی؟ نه خودم خوش دارم که بدرم هم عرض سطری کردم خودم خوش میه. قرار که شنیدیم تیم خانمایی که فوتبال بازی میکنن از افغانستان قرار است که امسال باز به طرف آلمان بیان، علاقه خودت داری که با اونام بازی کنی شروع کنی دمی میچ که دارن اونا؟ بله ما میخوام در افغانستان صدری کنم. بله زیاد دختر هست که یاد داره فوتبال میخوام ببینم تالنت بیافم. بله حالا افغانستان رفتی خودت؟ بله یک دفعه رفتم. بله اما تولد اینجا شدی در خود آلمان؟ بله 22. بله خب بسیار خب واقعا چقدر جالب که یک دختر خانم جوان اقدر خوشتیب علاقه به فوتبال و وام به فوتبال خود افغانستان گرفتن. آفرین. یعنی بسیار خوب. به نظر خودت مردم خوب همیشه میگه فوتبال برای مرداست، بازی مرداست، خودت چی میگی؟ نه من خلوان تنیست دخترام زیادتر ستری میکنم. دختر بگو میگم حتی دخترها خانما شاید بهتر بازی کنن. ولی ما میدونم بعدم برشان نشان میتین سرجان. ولی ولی سعیست Choosing your battles, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. But you got it all, believe it. When you fold it up, oh-oh, and if you fold it up, eh-eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh-eh. Time for Africa. Listen to your dad, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment. Hesitation. Today's your day. I feel it. You pave the way. Believe it. If you get down, get up. Oh, oh. When you get down, get up. Hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. خب از آقای قاریزاده پرسان میکنیم که بخش اینا در افغان یوروسپورت چی هست. آقای قاریزاده بفرمایید. ما در عضو کمیته تدارکاتی افغان یوروسپورت هستیم و ما سالانه در سطح اروپا تورنمنت های فوتبال دایر میکنیم. سال یک مرتبه. مدت 5 سال است که ما تورنمنت در اروپا دایر میکنیم. در تمام اروپا؟ در تمام اروپا، البته مسابقات بین الافغانی. دمی طول از این 5 سال که شما فعالیت دارین چی برنامه ها برنامه ریزی شما کردین؟ در کجا؟ در کدام شهرها؟ مملکت ها؟ البته این تورنمنت ما صرف در شهر کل. خب ما از تماما افغانایی که در اروپا زندگی میکنن از همراهشون در تماس هستیم، کسایی که تیمای افغانی دارن. بله باز ما از اینا دعوت میکنیم، اینا باز دعوت ما رو میپذیرن. مثلا از سویدن، از دنمارک، از هالند، از